سلام، سلام و عرض ادب. انشالله که حالتون خوب باشه. من امروز فکر کردم که بهتر یه غذایی رو بپزیم که خیلی شبیه استانبولی پلوه. یعنی من هم یادمه که هر وقت توی کوچیکی بچه هم این غذا رو درست میکردن با استانبولی پلو اشتباه میگرفتن، یا منم اشتباه میگرفتم، نمیدونستم کدومشون استانبولی پلو دوست داره کدومشون دم پختک دوست داره، و همیشه این بحث بود که مامان تو اشتباه میکنی، من اینو دوست ندارم، من مثلا دمپختک رو دوست دارم. بعدم بابا چه فرقی میکنی، اینو که شبیه هم دیگه است. بعدم فکر کردم نه بابا، مزه هاشون با هم دیگه فرق میکنه. چیزی که حالا به حال دمپختک داره به جای سیب زمینی از این باقالی های زرده که اصلا طعم غذا رو واقعا متفاوت میکنه. آره، امروز میخوام دمپختک درست کنم. دمپختک بیشتر یه غذای زمستونی، البته نه که تو فصلهای دیگه نشه خوردش، ولی از اونجایی که با ترشی خب خیلی خوشمزه میشه این غذا و ترشی هم بیشتر تو فصل زمستون استفاده میشه، به این دلیل میگم که یک غذای زمستونیه. چیزی که این غذا رو خیلی خیلی خوشمزه میکنه پیاز داغ فراوون به اضافه زردچوبه است، یعنی زردچوبه فراوون. ما بعضی وقتا توی بعضی از غذاها به جای زردچوبه برای رنگ غذا برای طعمش میگیم خب حالا زعفرون استفاده میکنیم. زعفرون خب البته که ماده گرونی هم هست، اما اتفاقا اینجا نباید زعفرون استفاده کرد. اصلا تمام خوشمزگی این غذا و دمپختک به اون زردچوبشه، یعنی اونی که اصلا بهش مزه میده. و میدونید که زردچوبه چقدر خاصیت داره و چقدر برای بدن مفیده. میگن ضد سرطانه، میگن خیلی برای دستگاه گوارش عالیه. حالا من دونه دونه یادم نمیاد، میتونید برید سرچ بکنید و خواص زردچوبه رو پیدا کنید و ببینید چقدر عالیه. حالا توی این غذا باید زردچوبه زیاد استفاده کنید و اون طعمش رو توی این غذا خوب حس بکنید و بچشیم. من یه پیمونه از این باقالی زردا که خیسش کردم استفاده میخوام بکنم و یه پیمونه و نیم برنج، یعنی چون این بهش اضافه میشه حجم زیادی میشه، بنابراین سعی میکنیم که خیلی نپزیم، اسرافم نکنیم، به اندازه خانواده باشه، بخوریم تموم شه بره پی کارش. بریم که اولین کاری که میکنیم تفت دادن برنجه، چه معذرت میخوام، پیازه. و بعد از پیاز همراه با پیاز اون اواخرش که داره طلایی میشه یه تفتم همراه با پیاز این باقالی زرد رو میدیم. بریم از نزدیک میبینیم با هم دیگه. پیازا رو به این شکل خوب کردم. حجم پیاز هر چقدر بیشتر باشه، تعداد پیاز هر چقدر بیشتر باشه، این غذا خوشمزه تر میشه. شما آن گونه که دوست داری خورد کنید. پیازم در حال تفتیل شدن و نمک نمک اضافه کردم، میذاریم تفت بخوره، بعدم پلش باقالی رو اضافه میکنم.
زردچوبه اضافه کردیم، یه مقدارم بهش من فلفل اضافه میکنم، نمک هم که قبلا دیدیم و بعدم که یه مقداری کمی آب میزیم تا باقالیم بپزیم باقالی زرد. خب من برنجم گذاشتم و میخوام آبکشش نکنم، یه مقدار نمک میزم، درشو میذارم که شروع بکنه به گرم شدن آب که بعدا بتونم مایه رو بهش اضافه کنم. فعلا گذاشتیم که باقالیمون بپزه. وقتی برنج به این حالت رسید، تقریبا نیم‌پز شد، ما مایه‌مون میریزیم اینطور و همش میزنیم. با قاشق چوبی هم بزنم که رنگ زردچوبه، طعم زردچوبه و پیاز به همه جا پخش بشه. کاملا همش میزنیم، نه خیلی البته که برنج له بشه. آره و همه هم این تقریبا رنگش یه دست شد. میذاریم تا دم بکشه. دوستان مهربون من، غذا آماده شد و کاملا آماده است واسه خوردن. من البته کنارش سبزی خوردن گذاشتم یا سالاد گذاشتم و یه کوچولو هم قلیه کدو درست کردم که قبلا هم بذارین از نزدیک نشون بدم، اینم خوشگل شده که قبلا هم براتون درست کرده بودم که با قارچ و یه دونه کدوی حلقه‌ای روش رو تزیین کردم. اما قضیه اصلیمون دم پختک بود و غذایی که من خیلی دوست دارم، بچه ها خیلی دوست دارن و با ترشی خورده میشه، معمولا با ترشی خورده میشه که بسیار لذیذه. دیدین چقدر ساده است، خیلی خیلی وقتتون رو کم میگیره، هیچ کاری نداره و وقت زیادیشون از شما نمیگیره. هر وقت که حواس بکنید میتونید سریع بلند شین در عرض تقریبا یه رو 20 دقیقه، چون باقالیش هم خیلی سریع میپزه و نباید بذارین له بشه. همون نیم پز که شد، قاطی برنج که داره چیز میشه میجوشه بریزین. این غذا نیازی به چیز نداره، به آبکش کردن. این پلو نیازی نیست آبکش بشه. میتونید البته بعضی آبکش بکنم، ولی حیفه برنج ایرونی، واقعا حیفه که شما بخواید آبکشش کنید. خیلی هم ساده تره که همون جوری دم بکنید، قاطی پلو بکنید و دمش بکنید و به همین دلیل هم میگم خیلی وقت کمی میگیره و بسیار هم خوشمزه است. اگه خواستین برنجتون خیلی له نشه، خیلی نرم نشه، نیم پز که شد یعنی آب کمتری توش بریزین، چون خود اون مایه هم دیدین یه مقدار آب داره، میریزین توش با همون دم میکشه و نیازی به چیز دیگه ای نداره.